عزیزان بیننده، امروز از برنامه خودم میسازم در خدمت شما هستیم، اما در نایه ها و گذرها در شهر ایراد نه، در ولسوالی زندجان. و همون قسمی که مشاهده میکنه، نه خودکاری دارم و نه کاغذی و نمره نیست، بس نمره دادن امروز نیست، فقط شهرکایی که ساخته شده، تجار و خیرینی که بالاخره لطف کردن در حق مردمان زندجان، پروژه های زیاد ساخته شده، شهرک های زیاد ساخته شده. امروز ما هم با جمعی از همکارات تصمیم گرفتیم که به شهرک صد فامیلی سلیمان خافی سر بزنیم، ببینیم که پروژه به کجا رسیده، چگونه هست، کیا هستند و با شما هستیم، میریم بیشتر آشنا بشیم. به نام خالق بخشنده و مهربان، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بینندگان خوب برنامه خودم میسازمد. امیدوارم هر جای که هستید خوب و خوش و صحتمند باشیم. عزیزان بیننده، امروز از برنامه خودم میسازمد در خدمت شما هستیم، اما در نایه ها و گذرها در شهر ایراد نه، در ولسوالی زندجان. و همون قسمی که مشاهده میکنه، نه خودکاری دارم و نه کاغذی و نمره نیست، بس نمره دادن امروز نیست، فقط شهرکایی که ساخته شده، تجار و خیرینی که بالاخره لطف کردن در حق مردمان زندجان، پروژه های زیاد ساخته شده، شهرکای زیاد ساخته شده. امروز ما هم با جمعی از همکارات تصمیم گرفتیم که به شهرک صد فامیلی سلیمان خافی سر بزنیم، ببینیم که پروژه به کجا رسیده، چگونه هست، کیا هستند و با شما هستیم، میریم بیشتر آشنا بشیم. امرایمون کنیم تا آخر برنامه. رسیدیم به قری کشکک، همون قسمی که در ابتدای برنامه اشاره کردم، به شهرک صد فامیلی بنیاد خیری سلیمان خافی که خداوند خیر بده. قرار صد واید در اینجا ساخته بشه و خیلی از وایدها رو به تکمیل شدن، خیلی از وایدها در حال ستون ریزی هستن. خیر ببینن انشالله. دوستان عزیزم، دو بار در زندجان آمادم، بار اول که زلزله شده بود آمادیم که تا بتونیم کمکی کنیم برای هموطنان عزیزی ما که متضرر شدن، خانه های خود از دست دادن، عزیزان خود از دست دادن و خیلی صحنه وحشتناکی بود. حادثه هم حادثه علمناک و ترسناکی بود. ما که در قریه های ولسوالی زندجان آمادیم، همه بلبدست بودن و در حال آواربرداری بودن، در حال ای بودن که بلکه بتانن عزیزی زنده از زیر آوارها در بیارن و خیلی ناامیدوارانه بود. امروز که من این صحنه رو میبینون که این ساکین همین قریه که در حال بل زدن هستن و امثال از اینا ده ها و صد ها نفر در حال بل زدن هستن، اینا امیدوار کننده یه. یعنی قبلا در حال آواربرداری بودن، امروز در حال ساختن هستند. خیر ببینن کسایی که تجار خیر ما، عزیزایی که دست دادن، بالاخره کمک کردن، خیر ببینن انشالله. اینا با حالتی بودن و بالاخره در جایگاه قرار داشتن ارتباط به اینکه ناامید بودن. شما ببینیم وقتی خانه را از دست بدی، وقتی عزیزی را از دست بدی، خیلی از اینا عزیزان خود از دست نداده بودن، ولی خونه ها اینا ترکای زیاد خورده بود، خیلی ها خونه خود از دست دادن، ناامید بودن، نگران بودن از اینکه در فصل زمستان چی میشه، چگونه بالاخره زمستان سپری کنن و در دل صحرا نمیدانستن که افغانستان ها و افغانستانی ها همت والایی دارن،
اما قسمی که شما زندجانی ها ای تکان رس کردیم، عزیزان خود از دست دادیم، باور کنم اون قسم ما تکان را هم رس کردیم در هرات، امی درد شما، نگرانی شما، پریشانی شما تو جار خیر هموطنان عزیزم از گوشی گوشی افغانستان رس کردن. من جا دارم تشکری کنم از عزیزایی که در لوگر هستن، در خوست هستن، میگم گوشی گوشی افغانستان. اما قسمی که ای برادر لوگری و پکتیکایی و ننگاری و خوست ما گفتن وقتی که زلزله شده بود سال 1401 یا 1400 بود که در ننگهار ما و خوست ما زلزله شد، اما قسمی که ایراتیان عزیز کمک کردن، دست به دست هم دادن، درد اونا درد خود دانستم، اونا هم همون قسم. هر اتفاقی که در هر گوشه از افغانستان بفته، او اتفاق ناگوار اگه باشه ما هم ناراحت میشیم. ثابت کردن عزیزان ما با اون همت والایی که داشتن ثابت کردن. امروز شهرک صد فامیلی که شما میبینین از هر گوشی از این ولسوالی زندجان که نگاه کنید در حال ساختن هستند. همه ما دوست داریم بالاخره که به زودی های زود این سرپناه ها درست بشه، به زودی های زود او کسایی که نگران هزی هستند در فصل سرما چگونه زمستان سپری کنند، به زودی ها انشالله این ستونه ها رخته بشه، سقف داشته باشند تا انشالله این نگرانی برطرف بشه. کم کم با شما میریم میبینیم که چگونه هست. دوستان ما در حال کار هستند، با انجینر صاحبا صحبت میکنیم که کارا به کجا رسیده، پروژه های دیگه، شرک های دیگه چگونه هست. انشالله با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. قبلی که من صحبت ختم کنم و صحبت با انجینرها اینا، جا در اینجا یک یادآوری بکنم که این صد فامیلی که ساخته میشه از طرف بنیاد خیری سلیمان خافی، هم مکتب مد نظر گرفتم، هم فضای سبز مد نظر گرفتم، هم کلینیک مد نظر گرفتم، هم مسجد و شهرک به تمام معنایه. خیر ببینم انشالله مونده نباشیم جمعنا. خدا قوت، خدا قوت. شما حالی همی قری هستین درسته؟ خب از دگه قری هم جوار. خیلی خوب، خیلی خوب. چند وقت میشه اینجا کار میکنه؟ اینجا تقریبا 15 روز میشه. 15 روز. با 15 روز چگونه شما این پیشرفت کار میبینیم؟ آیا انشالله به زودی ها شاید خواهیم بود که بالاخره سفار اخته بشه و همه کسایی که خونه از دست دادن صاحب خونه بشن؟ انشالله ولی ها دیگه شد دیسه مای تقریبا درست بشه. بله خیلی خوب، موفق باشم انشالله، موفق باشم. خب اما قسمی که گفتم کسایی هستن با پول خود سرمایه گذاری کردن، کمک کردن، کسایی هستن با جان خود. خیلی از ساکینین ولسوالی زندجان، قریه های هم جوار بالاخره به کمک هم سعی برهی میکنن که زودتر ساخته بشه. ما اگر بخوایم یک نتیجه گیری کنیم و بالاخره به یک نوعی از انواع بحث ساختن در زندجان را بخوایم به گونه دیگر نگاه کنیم، زندجان و قریه هایی که ساخته میشه نماد خودم میسازمده. یعنی ما دوست داریم کشور ما ساخته بشه، ما طرفدار تخریب نیم، طرفدار خراب شدن نیم و ثابت هم کردن هموطنان عزیز ما با اون امت والایی که داشتن، تجار و خیرینی که امت والایی داشتن. شما تمام زندجان نگاه کنیم هیچ جا نمیبینیم که بالاخره او خانه که تخریب شده در بغل ساخته نشده باشه. خیر ببینم انشالله با شما میریم بقیه پروژه بررسی میکنیم که چیگونه هست. الحمدلله این قسمت را آقای کاظمی عزیز اگر به تصویر بگیریم، خونه ها دیگه رو به تکمیل شدنه، سقف ریخته شده، پنجره ها در حال نصب شدنه و انشالله خیلی ها به زودی های زود خانه‌دار میشن. انجینر صاحب داد خدا محمدی هستیم که انجینر بخشم و من بیشتر دوست دارم که انجینر صاحب توضیح بدم چگونه هست، چی زمانی میشه که شروع کردن و کار به کجا رسیده، چی تعداد کار میکنن. آقای محمدی عزیز یک توضیح مختصر برای ما بدیم. طوری که شما در جریان قرار داریم و رسانه ها همه بخش ها خبر دارن از اوایل زلزله که به وقوع پیوست به هرات، مخصوصا زندجان، از مو اوائل شرکت یعنی بنیاد خیریه سلیمان خافی به کمک مردم شتافتند که الحمدلله یک کار بنیادی تصمیم گرفتم حجیس بشیرانه جان به تعداد 100 واحد مسکونی به این منطقه به این مردم متضرر بسازند.
لیکن کار ما عملا تقریبا 22 روز شده که شروع شده. اول مراحل کندنکری ها شروع میشه، گرد سایه شروع شد و کندنکری شروع شد و طبقی که شما مشاهده میکنیم فعلا سنگکری و سویتونکری و دیگه همین کارا جریان داره دیگه. بله، ارتباط به کندنکاری گفتین جناب آقای محمدی عزیز، چون مرکز زلزله بولیسولی زندجان بود، چقدر بر مستحکم بودن از اینا بالاخره شما نظارت دارین؟ به چگونه هست بیشتر روی از این مسائل توضیح بدیم؟ آیا خدای نخواسته اگر زلزله بشه مستحکم هست اینا و مردمانی که در اینجا قرار زندگی بکنن با خیال راحت و بدون استرس زندگی کنن؟ انشالله تمام معیارهایی که انجینری بوده و استانداردها به زی ساختمان ها در نظر گرفته شده. این سمپل ها از اینا تا 1 متر و 20 سانتی تا 2 متر جایی که زمین به سختی برسه کندنکری شده و اول پی سی سی شده، بعد ستون گذاشته شده و امون سمپل رخت کانکریت یک در یک در 50 سانتی اینا کانکریت رخته شده. طبقی هم که شما مشاهده میکنین دیگه این سنگکری بعد 60 سانتی در 50 سانتی، ارتفاع 60 سانتی، عرضی هم 50 سانتی اینا سنگکری شده به این قسمت. انشالله از نظر استاندارد و معیارها همه چیز در نظر بزی شرک گرفته شده. بله، الحمدلله. خیلی خوب، گفتیم 22 روز میشه که فعالیت ها آغاز شده و بالاخره کندنکاری ها ستون ها رخته شده و میبینیم الحمدلله جوانان با چی شور و اشتیاق کار میکنن و 22 روز هم مدت زیادی نیست که کلان فکر کنم همگی کندنکاری ها شروع شده، ستون ها گذاشته شده. چقدر دیگه زمان نیازه تا انشالله این شرک تمام بشه و بتونن کسایی که بالاخره قرار زندگی کنن بیان زندگی کنن انشالله؟ ما این کار همین صد واحد مسکونی به دو فاز شروع کردیم. به دو فاز شروع کردیم، به دو طرف هم الحمدلله کار به شدت ادامه داره. چیزی که شما میبینیم بله به شدت کار ادامه داره. انشالله به زودترین فرصت به همون پلانه که از طرف دفتر ما بر ما داده شده، انشالله به همون عصر و زمانی به موقع ما تحویل میدیم انشالله. یعنی چی مدت جناب آقای محمدی؟ مدت دقیقی پلان هنوز برای ما خیلی مشخص نیه که ما به شما بگیم که ما مثلا به 45 روز 50 روز ایت مشخص گفته نمیتونم، چون دو فاز تبدیل شده. بله بله، دو فاز. بله یک 50 واحد به فاز اول ما تحویل میدیم. این خیلی انشالله به زودترین فرصتی 50 واحد 50 واحد دیگه از این احتمالاً چند وقت طول بکشه. انشالله خدا بزرگه با این شروع اشتیاقی که ما میبینیم، با این علاقمندی که دوستان ما دارن، انشالله به زودی ها تمام میشه. یک سوال دیگه جناب آقای محمدی عزیز، واحدایی که ساخته میشه دارای چند اتاق میباشه، آشپزخانه چیگونه ایه؟ میتونه شما انجینری برای ما توضیح بدیم؟ ستونا خورخته شده و اگر بیشتر توضیح بدیم تا دوستان ما که بیننده هستن متوجه بشن چند اتاق داره و سالونی چیگونه ایه؟ حزمی اگه شروع کنیم همگی به یک سایز. این واحدا حدوداً 63 متر مربع زیربنا داره. بله، دارای 2 اتاق خواب، یک حال پذیرایی، آشپزخانه و حمام. خب خیلی خوب. اتاق خواب 3 در 5 که مهمانخانه از اینا در نظر گرفته شده. بله، آشپزخانه 4 در 5، حال پذیرایی 4 در 5 که با آخر قسمت آخر از این 1-2 متر آشپزخانه میشه و 1 متر حمام در نظر گرفته شده. بله، این قسمت هم اتاق، این قسمت هم یک اتاق 3 در 5 دیگه در نظر گرفته شده. خوبه، یعنی به یک خانواده 6-7 نفری راحت زندگی کردن میتونم. به واحد هم گفتیم که همگی یک سایز و به یک اندازه یه. بله، خیلی خوب. واقعا جناب آقای محمدی عزیز 22 روز هم گفتن زمان کمیه و خدا رو شکر الحمدلله با شور اشتیاق میدونی که کار میکنن و هموطنان عزیز ما، کسایی که قرار زندگی کنن، که شما دلیل میدادین که انشالله با خیال راحت زندگی کنن در ایوایدا، چون اینا با انجینری را که بسی و مد نظر بگیریم و مستحکم بودن و انشالله به خوبی های خوب ساخته شده. با ما همراه باشین دوستان عزیز ما، بقیه جاها بالاخره با دوستان صحبت های داره دیگه. اینا هم استاندارد، چیزی که استاندارد در نظر گرفته شده به شرک. همین مارک کانکریت ما که امروز ما همین بوتون ریزی داریم، خود شما میتونیم ببینیم سلام پزی بین 5 تا 7 مارک 250 کار میشه کانکریت. مارک 250 کار میشه. مساله هم همه مساله کرش پلانته. سمت هم اون سمت با کیفیت و خوب. این خود شما دیگه ای ریگ و کرش و
همه چیز میشه که به تصویر بکشیم و ببینیم که همشهریام و همگی ببینن متوجه بشن که کار ما به طبق استاندارد و معیارهای جهانی است. میتونیم او بر ما و شما ببینیم که رنگا انداخته شده. این قسمت ها دیگه رنگ انداخته شده درست؟ بله بله، این رنگا اینا به اینا رنگ پایین هم در نظر گرفته شده که خیلی مستحکم میشه این. بله بله، یعنی بس ساختن جناب آقای محمدی عزیز فقط یک رنگ مد نظر میگیرن، ولی اینجا اول یک رنگ اول سنگکری میشه. بله، دوم باز رنگ 50 درسی انداخته میشه، باز دیوار از این کلن 30 درسی کار 30 سنتی کار میشه، دیوارای دیگه باز سقف هم رنگ داره 45 سانت رنگ داره و بله سقف هم رنگ داره 45 سانت، دو جال داره، کل استانداردها در نظر گرفته شده به این کار. ارتباط به مدرسه و مسجد بگیم، چی تعداد مدرسه قرار ساخته باشه؟ یک مدرسه و یک مکتب شاید ساخته باشه و مسجد؟ به همین شرح که ما در نظر داریم به پلانی که ریاست شهرسازی بر ما دادن مکتب هم در نظر گرفته شده به این ساحه، مدرسه هم در نظر گرفته شده، مسجد هم در نظر گرفته شده، کلینیک صحی هم در نظر گرفته شده، فضای سبز هم در نظر گرفته شده که انشالله ما با تمام توان کار میکنیم که همه همون چیز به این مردم آماده بسازیم که تحویل بدیم به خیر انشاءالله به امید خدا. چی تعداد کار میکنن فعلا؟ نیرو که کم نداریم جناب آقای محمدی عزیز؟ فعلا ما حدود 70 نفر تا 75 نفر امروز کارگر و بنا اینا داریم، انشاءالله برای فردا و پس فردا این تعداد ما تا 150 نفر و 200 نفر افزایش پیدا میکنه. خب انشاءالله چون فصل زمستان کم کم در حال رسیدنه و عوام که خنک بشه و بارندگی هم که بشه، چون مسیری و برو مرور و مساله هایی که قراره برای شما برسه اینا کم سخت‌تر میشه، انشالله که اکیپ بیشتر بشه، نیرو بیشتر بشه تا به زودی های زود ساخته بشه تا قبل از یخبندی ها اینا. جناب آقای محمدی عزیز خیر ببینیم انشالله، انشالله که همیشه تن شما سالم بشه و به زودی های زود به افتتاح این پروژه و شرک بیاییم. اگر گفتنی خاص و گفتنی اخیری داریم ما در خدمت شما هستیم. سلامت زنده باشیم، بسیار تشکر از تلویزیون جهانی اصلاح. خیر ببینیم شما، خداوند عزت بده که آمدیم یک گزارش تهیه کردیم که کل همشهری ها ما و شما حتی جهان ببینن که خود ما مردم افغانستان همین افغانستان میسازیم و همین تاجرای خیر داریم که به همین بخشا برای مردم کمک کنن، همکاری کنن، همیاری کنن دیگه انشالله. دیگه تاجرها، دیگه کسایی که توان دارن بیاین از همین آقای بشیر احمد جان خافی الگو بگیرن، بیاین به همین هموطن ها خود خدمت کنن، بیاین خود اینا همین وطن خود بسازن. بله. تشکر، جهان سپاس، خیر ببینید. در خدمت آقای ایراری عزیز هستم، مسئول نظارت. آقای ایراری عزیز اگه خود شما مشخصا معرفی کنیم که اینجا چه کار میکنیم و وظیفه شما چیه؟ به نام خدا، سلام و درود خدمت تمام دستردارکاران. من بیس ناظر و مراقبت کننده از پروژه بنیاد خاصی هستم. خواه پروژه طوری که شما در جریان صد بلا قراره که بنیاد سلیمان خفی برای مردم زلزله زدگان زندجون مربوط به قریه کشک کنه مربوط به قریه کشکک اینجا درست کنه. خیلی بینند آقای ایراری عزیز، گفتیم مسئول نظارتیم. بله. چی هرزیابی داریم از ساختن این واحدها؟ چیگونه میارار مد نظر گرفتن؟ تاره که ما از روز اول اینجا آمادیم، همون میارایی که قرار بوده به بیکیو، همون نقشه ای که دوستان شهرسازی به ما جور کردن در دسترس ما قرار دادن، طبق همون الحمدلله پیش میره. دیگه هر سایه و هر کاری که شما اگه از اول شروع کنیم کن نداره، بعضا خلاهای کوچکی وجود نداشته باشه، ولی الحمدلله خلاها خیلی کوچکه الاش. و ما راضییم از روند کار. کار سرعت نداره ولی الحمدلله کیفیت داره، کیفیت داره. تمام همین تستا و
در خدمت شما عرض کنم مکسیزا اینو سلندرها و سلمپایی که مربوط به اون بخش تکنیکی اینا میشه کلن روزانه ما میگیریم دیگه آجور و دیگه ریگ و همین موادی که به ساحه میای کلن اینا به لابراتوار تیف میشه خیلی خوب بعدا اینجگاه باز شروع میکنن به کار بله من مطمئن هستم تجار و عزیزایی که بالاخره با عده گرفتن شرک بسازن مثل بنیاد خیریه سلیمان خافی اینا وقتی که ازینه اینجا قراره بالاخره پرداخت کنم هیچ وقت بی کیفیت نمیسازن و اون قسمی که جناب آقای ایرری عزیز اشاره کردن حتی آجر و خشتا چک میشه که آیا شرایط و بالاخره کیفیت مناسب اینجا هست یا نیست حتی سنگایی که میایه اونا رو قبلا به لابراتوار روان کردن کلن خشت آجر دیگه خدمت شما سنگ میلگردا کلن اینا به لابراتوار رفته و جواب از اینا پاس شده بعدن اینا کارشون کردن شما فقط مسئول غری کشکگ هستیم دیگه درسته بله. خب هر دوستا ما هستن مثلا این غری پهلو هم هست اینا هم جور میکنن دیگه بله یعنی هر غری که ساخته میشه بر علاوه که انجینرها و متخصصین داره خود بنیاد هم داره بله و از طرف امارت اسلامی هم بله. یک انجینر ناظر سر کار هست بله خیلی خوب پیش بین بله در خدمت انجینر فرید احمد جان هستیم ما از قری کشکک آمادیم به قری سیاهاب یا سیاهو که خوشبختانه الحمدلله اینجا هم دوستان ما در حال ساختن هستن و حدوداً چیزی که برای ما دوستا گفتن 225 واحد مسکونی از طرف بنیاد عزیزی در حال ساخت است که انجینر فرید احمد جان بیشتر توضیح میدن چی واحدای ساخته شده چگونه هست یک توضیح مختصر جناب آقای فرید احمد جان بسم الله الرحمن الرحیم با عرض ادب خدمت تمام بینندگان تلویزیون اصلاح بنده فرید احمد فصیح انجینر سایت هستم در قسمت بیشتر وقت در قسمت خط اندازی و در قسمت پرکاری ما کار کردیم ما برآوردی که از ساحه داریم در حدود 100 واحد تا حال سقف یا تکمیل شده خیلی خوب و در حدود 65 تا 60 واحد کاملا تسلیم داده میشه به 3-4 روز آینده انشالله. و انشاءالله تا حدود 190 واحد ما از لحاظ رنگ کمری و ستون رخت شده خیلی خوب آماده بله. و در حدود 35 الی 40 واحد امکان داره که ما هنوز کار تکمیل نکرده باشیم به می لحاظ کارامون به شدت جریان داره و از روزی که شروع شده 4 برج 8 بود و تا 50 روز که میگن وقت داره و این پروژه ما 20 روز دیگه الا 25 روز دیگه وقت داریم و به طول 25 روز انشاءالله امیدواری هست که کار ما پیش بره و اگر آب و هوا و شرایط جوی به ما مساعد بود و ما تانستیم که بخیر انشاءالله همو طبق پروگرام کار خود پیش ببریم انشاءالله که کار ما پیش میره و میتونیم که پروژه تسلیم بدیم بله برنامه خودم میسازمت رسیدیم امروز ما در ولسوالی زندجان قری کشکک و قری سیاهاب بودیم که واقعا برای خود ما خوشایند بود ما امیدوار هستم که همه عزیزا مسئولین بنیادهای خیریه کسایی که در رأس قرار دارن به زودی های زود امون قسمه که با سعی و تلاش با کوشش سعی برهی میکنن تا قبل از فرارسیدن سردی و زمستان واحدا تحویل عزیزان زندجانی ما بدن انشاءالله که به زودی ها تموم بشه تا این عزیزان در فصل سرما بالاخره اذیت نشن و یک تشکری خاص دارم از مسئول بنیاد خیریه سلیمان خافی که واقعا برای خود ما خوشایند بود از انجینر بخش پرسان کردم که چیگونه هست گفتن که ما برای الحاج بشیر احمد جان پیشنهاد کردیم که جناب آقای خافی شما اگه میشه برقرم به این واحدا بیاریم
اونا گفتن که به انجینر بخش گفتم هر آن چیزی که شما در خانه خود ما مد نظر گرفتیم و در حال ساخت بودیم اونا رو مد نظر گرفتیم در اینجا مد نظر بگیریم. این امت والای امیدوارم که همه ما الگو برداری کنیم و من امروز خودم میسازم در قشنگ متوجه شدم ما میتوانیم انشالله که به زودی های زود بیاییم با همکاران عزیز ما جناب آقای کاظمی عزیز، آقای آشوری عزیز بیاییم تا این واحدات تکمیل شده باشه انشالله تصویر برداری کنیم و اون لبخند زیبای اهل قری قریه های کشک و قری سیاه ها و تمام قریه های انجوار ببینیم. با ما باشیم با ادامه برنامه که انشالله به زودی های زود از تکمیل شدن پروژه تقدیم شما خواهیم کرد.